منشه های یأس و ناامیدی را بسیاری از مواردها را بیان کردیم. چون وقت برنامه محدود هست میخواییم که بتانیم به ادامه از او بپردازیم، تکرار نمی کنیم. بفرمایید خانم معلمی در ادامش. گفتیم که شیطان تمام تلاشی هست که بنده خودش را، بنده های خدا را از او رحمت واسعه الهی دور کنه و اونها رو ناامید کنه. بله خب همطور که ما میدونیم در قرآن کریم در آیه 53 سوره زمر یک آیه هست که بسیار عبارت زیبایی داره، یعنی با یک لحن خیلی خاصی خداوند متعال به بندگان خودش میگه که به سوی ما بیایید. قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. میگه ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی کردید، بله، گناه کردید، اسراف کردید، همه پلهای پشت سرتون رو خراب کردید، یعنی هر چی که توانستید شما گناه کردید، هر چی که توانستید گناه کردید. خب شیطان به شما گفتیم، شیطان میگه که گناه کن خدا تو رو میبخشه، گناه کن این گناه کن خدا تو رو میبخشه، خدا که به تو این ماده امید داده گفته که من تو رو میبخشم، گناه کن تو رو میبخشه. و بعد به یک جایی میرسی که میخوای به سمت خدا بیای، باز دوباره همین شیطان سر راه تو رو میگیره و میگه که تو دیگه تمامی، دیگه تو دیگه تمامی، به آخر خط رسیدی و بخشیده نمیشی. اما این آیه چی میگه؟ انگار این آیه میخواد تو گوش بنده هاش بگه خیلی آروم که درسته تو این گناه را کردی، تو این خطا را کردی، تمام پلهای پشت سرت را خراب کردی، بله، ولی حالا که اومدی خوش اومدی، یعنی من میبخشم، تمام گناه های تو بخشیده شده. این آیه میشه گفت از یک حالت وسعت و شمولیت خیلی وسیع برخوردار است، تمام اون رحمت الهی در این آیه جمع شده. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که در تمام قرآن آیه وسیع تر از این آیه نیست در مورد بخشش بندگان خودش. درستم، یعنی راه بخشیدن و بازگشت برای بنده ها همیشه وجود داره. اما که پس دیگه میگن صد بار هست. اگر تو توبه کردی یک بار بازا. همین خودش یک دنیا امید است که به بنده ها داده میشه، و خصوص به بنده های گناهکاری که میگن که مثلا ناامید هستن، میگن دیگه ما دیگه خلاص هستیم، دیگه ما اینقدر زیر بار گناه غرق شدیم دیگه. ولی صد بار اگر توبه شکستی بازا. و ای واقعا کسی که روح قرآن را بشناسه و ای آیت را بخونه هیچ وقت از خداوند متعال ناامید نمیشه، چرا که ناامیدی پیامدهای ناگواری داره. در زندگی کسی که ناامید میشه از رحمت خداوند متعال و امید و از او طرف امید میبنده به غیر خدا، اینها در زندگیشون پیامدهای خیلی جبران ناپذیری دارن. در زندگیشون ممکن است با مشکلات عدیده روبرو شن که یکی از اونها این هست که این افراد همیشه مدام کسانی هستن که در زندگیشون با شکست روبرو میشن، هیچ وقت اینها روی پیروزی و خوشی رو نمیبینن، چرا که او امید هست که به شخص این قدرت و ایمان رو میده که از شکست های خودش برای پیروزی خودش پل بسازه. بله. و کسی که همیشه ناامید هست همیشه شکست خورده هست دیگه. همیشه عقب مانده هست. بله. همیشه در زندگی در آخر صف قرار داره و هیچ وقت نمیتونه پیشرفت در زندگی خودش ببینه. و از طرفی هم این افراد همیشه کسانی هستن که در زندگی بسیار اهل جزع هستن، یعنی از زندگی همیشه شکوه دارن، شکایت دارن. درسته. و شادی و شادابی در زندگی اینها وجود نداره تقریبا. اینها افرادی هستن که هیچ وقت شاد نیستن، چرا که هر باری که در زندگی خودشون دچار شکست و ناامیدی بیشن، هر دفعه که او گناهی را که متوجه میشن و فکر میکنن که دیگه او گناهشون قابل بخشش نیست و به سمت خدا برمیگردن، این حالت ناامیدی یک حالت معلومه دیگه، یک فشار روی جسم روحی از او میآید، یک صدمه به روحی از او زده میشه که دیگه
قابل تحمل نیست برش. 100% و اینها افراد افسرده میشن که در زندگیشون ممکن است دچار انواع بیماری های روحی روانی بشن. یعنی امید یکی از داروها و درمان هست در رشته های در بیماری های روانی و روانکاوی. کسانی که بسیار از بیماری های روانی و مشکلات روحی روانی دارن، یکی از راهکارهایشان همین امید دادن به افراد هست. درسته. و اگه اون امید از افراد گرفته بشه، قطعا بسیار از بیماری های روحی روانی سراغ افراد می آیند و اینها متاسفانه دیگه شاید زندگی طبیعیشون را از دست میدن. دقیقاً.